بله دوستان عزیز و ارجمند، با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم و اشاره کردم که بر اساس آموزه های بلندی که در دین مبین اسلام وجود دارد ما میتونیم مؤلفه های بیشماری را پیدا کنیم که در زندگی خانوادگی ما منجر با استحکام هرچه بیشتر میان اعضای خانواده باشد و این اصل خیلی راحت میتواند در سیره زندگانی پیامبر گرامی اسلام مورد جستجو و ملاحظه قرار بگیرد. مهمان بسیار عزیز برنامه امروز ما افتخار جامعه روحانیت حاج آقای احمدی عزیز هستند. ایشان کارشناس امور دینی و لحظاتی به اتفاق ایشان در پیوند ما موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد. حاج آقا سلام و عرض ادب، محضر شما بسیار خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، تشکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام. ایام با سعادت ولادت پیامبر گرامی اسلام رحمت للعالمین و همچنین هفته پرخیر و برکت وحدت و اخوت را به تمامی جوامع اسلامی مخصوصا ملت شریف و عزیز و مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم انشاءالله که این ایام زمینه ای باشد که بیشتر بتوانیم با سیره پیامبر آشنا شویم و در زندگی خود با تأسی از آن حضرت عملی بسازیم. بله سپاسگزار میکنم. شما بسیار خوش آمدید و منور ساختید برنامه ما رو با حضور گرمتان. موضوع بسیار خوبی رو در نظر گرفتیم. در حقیقت اگر در جامعه اسلامی که زیست میکنیم به دنبال فلاح و رستگاری و سعادت باشیم، این موضوع تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه ما خانواده ای سالم با بینش اسلامی داشته باشیم. در حقیقت خانواده میتونه هسته مرکزی شکل دهنده یک جامعه بزرگ انسانی و اسلامی باشه و این موضوع در صدر دین مبین اسلام بکرات مورد تاکید و تایید قرار گرفته هست که بر هر مسلمانی هست که اهتمام داشته باشه به شکل گیری و بنیانگذاری یک خانواده بسیار زیبا. چرا تا این اندازه مسئله خانواده در دین مبین اسلام مورد اهمیت قرار گرفته؟ خدمت شما عرض کنم که خانواده حقیقتاً یک جایگاهی بسیار برجسته‌ای در جامعه انسانی داره. از این جهت که اولین عامل جامعه پذیری افراد که در واقع اصول زندگی رو به افراد آموزش میده، ارزش‌ها رو به او منتقل میکنه، ناهنجاری‌ها رو برای او معرفی میکنه که در زندگیش به او عمل نکنه، خانواده است. به همین جهت اگر خانواده سالم شکل بگیره و خانواده خوب، خانواده متعالی، خروجی او یا ثمره اون خانواده هم برای یک اجتماع بزرگ و یک جامعه بزرگ، جامعه متعالی خواهد بود. به همین جهت خانواده از یک اهمیت و جایگاه خاصه در تمام جوامع، در علم اجتماع، در روانشناسی و مباحث مربوط به مسائل خانواده و زندگی جمعی انسان وقتی مطرح میشه، نقش برجسته خانواده مطرح میشه و در همه ادیان هم یک چنین توجهی هست. اما در دین مبارک اسلام یک توجهی خاص نسبت به خانواده هست، از این جهت که حقیقتا خانواده یک رول و یک نقش اساسی را میتواند در رسیدن و نائل شدن به اون سعادت و کمال حقیقی و اون فلاح و رستگاری که دین اسلام برای رسیدن بشر و جامعه بشری برای او از طریق پیامبر گرامی اسلام برای ما رسیده است، نسبت به خانواده اهمیت خاص قائل هست. لذایی که خانواده با توجه به این که ابزارهای مختلف در اختیار داره که میتواند در سرنوشت افراد خانواده و به صورت کل در سرنوشت جامعه دخیل باشد، از این جهت دین اسلام اهمیت خاص نسبت به خانواده قائل شده و پیامبر گرامی اسلام در خصوص رفتار و چگونگی عمل کرده اعضای خانواده به صورت مشخص به عنوان یک الگو و یک سیره از خود بر جای گذاشته که حقیقتا اگر اینها هر کسی از اینها الگو بگیره و هر جامعه ای را در
زندگی خود پیاده کنه، یقیناً به اون سعادت و رستگاری خواهد رسید. و ما مسلمان ها وظیفه ما هست که خداوند متعال می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و این الگو و اسوه بودن پیامبر گرامی اسلام در تمام عرصه های زندگی هست، چه عرصه فردی، چه عرصه اجتماعی، چه زندگی که در خانه و خانواده هست، در او جمع هست، و چه در اجتماع و یا زندگی فردی. لذا یک پیامبر گرامی اسلام عملا یک اهمیت و اهتمام خاص نسبت به خانواده داشت. شما توجه دارین که در دین مبارک اسلام یکی از چیزهای حلالی که از مبغوضیت خیلی بالایی برخوردار هست اون عاملیه که خانواده را از هم میپاشانه و از بین میبره به عنوان طلاق. این بیانگر نقطه مقابلش هست که در اون طرف خانواده چی مقدار از اهمیت و ارزش والایی برخوردار هست، که ما در روایت از پیامبر گرامی اسلام داریم که هیچ بنایی در پیش خداوند عزیزتر و محبوبتر از بنای ازدواج که تشکیل دقیقا. یک خانواده هست نیست. این بیانگر اون توجه خاص و اون اهمیتی است که در دین مبارک اسلام هست، و شخص پیامبر گرامی اسلام نسبت به این موضوع با توجه به اهمیتش در سرنوشت اجتماع این اهمیت را قائل بوده و این نقشه ها برجسته دیدند. بله، سپاسگزاری میکنم آقای عزیز، درآمد بسیار خوبی بود بر جایگاه و اعتباری که میتونه خانواده در دین مبین اسلام داشته باشه، و فرموده شما واقعا بجا و متین هست. انشالله در ادامه بحث سیره عملی و رفتاری پیامبر گرامی اسلام در مورد خانواده مورد ارزیابی قرار میتونم جواب قبل از اون شاید میان برنامه این باشیم. دوستان از ارجمند از همراهی شما هم سپاسگزار هستم. فرصت به جایی رسه که شاید میان برنامه ای باشیم، و فراموش نکنین که در بخش بعدی بیشتر در رابطه با خانواده و نگاه پیامبر اسلام در پیوند به خانواده صحبت خواهیم کرد. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزار هستم، و باعث افتخار هست که برنامه ما را برای تماشا انتخاب میکنین. دوستان عزیز، موضوع امروز برنامه را اختصاص دادیم به بحث خانواده، و سعی بر ای داریم که تبیین صحیحی از جایگاه خانواده، البته به تأثیر از سیره پیامبر گرامی اسلام داشته باشیم. ادامه صحبت هاست و توجه شما را جلب میکنم. آقا ممنون از صحبت های قبلی شما، اشاره بسیار زیبایی بود. در دوران قبل از ظهور دین مبین اسلام، در حقیقت زندگی انسانها در جزیره العرب به گونه‌ای بود که او مهر و وفا و صمیمیت و احترام خانوادگی وجود نداشت. به زنان نگاه ابزاری بود، دختران از هیچ جایگاهی برخوردار نبودند و عملا در خیلی از موارد زنده به گور می‌شد. اما با ظهور دین اسلام چهره جدیدی از زندگی ورق خورد و باز شد بر روی بشریت. در حقیقت جایگاه خانواده مورد اهمیت واقع شد، و خانواده مکانی برای امنیت خاطر، برای آرامش تبدیل شد، و اعضای خانواده ملزم به این بودند که با یکدیگر رفتار خوبی داشته باشند، اخلاقیات در خانواده حاکم باشه، روابط زناشویی باید در حد احسن خودش باید برقرار باشه تا اینکه بتونه فضایی مناسب و بستری مناسب برای رشد و شکوفایی فرزندان هم باشه. و تمام اینا مسائلی بود که در رفتار و عمل پیامبر گرامی اسلام با زیبایی قابل ملاحظه هست و میتونه برای ما درس باشه. آقا بفرمایید که سیره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مسئله خانواده چگونه بوده؟ ایشون چه تأکیداتی داشتن؟ خوب، به نظر ما قبل از اینکه اشاره مستقیم به نمونه های از سیره پیامبر در عرصه خانواده و زندگی خانوادگی شود، ما چند موضوع رو مد نظر داشته باشیم. یک موضوع اینه که چه عوامل باعث استحکام خانواده میشه، که بعد این عوامل ما میتونیم در رفتار و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام مورد دقت قرار بدیم.
نکته دیگر که باز میتونه ما مورد توجه باشد که در سیره پیامبر باز این را میتونیم به این معنی یک رفتار عملی از حضرت دیده شده و مشاهده شده، عواملی که باعث صمیمیت بیشتر یا گرمابخشی به فضای خانواده و اون ایجاد محبت و صمیمیت بیشتر بین اعضای خانواده است. اگر به همین دو فعلا اکتفا بکنیم و اشاره بکنیم، نسبت به عوامل استحکام خانواده، یکی از عوامل مهمی که شاید یک میز و یک تفاوت اصلی بین جامعه اسلامی که پیامبر گرامی اسلام برای بشریت به ارمغان آورد و قبل از اسلام، اون صداقت و راستی بود که در کانون خانواده به عنوان یک عنصر اصلی و اساسی شکل گرفت. شاید زندگی جمعی و زندگی خانوادگی قبل از اسلام هم بود، اما زندگی که پیامبر و زندگی که بر مبنای ارزش‌های اسلامی پیامبر گرامی اسلام ترسیم کرد، یکی از محورهای اصلی و اساسی او صداقت و راستی بود که در بر مبنای این صداقت و راستی حقیقتاً اون زندگی استحکام می گرفت و زندگی محکم می شد و اون زندگی که در قالب یک مجموعه به نام خانواده بود از چنان استحکام و صلابت و محکمی برخوردار بود که در برابر بسیار سختی ها و طوفان ها و مشکلات می ایستاد و محکم بود. که در سیره پیامبر گرامی اسلام نیز ما این نکته را بسیار با وضوح شاهد هستیم که حضرت نسبت به این مسئله هم خود عمل میکرد و هم خود به دیگران سفارش میکرد که از صداقت و راستی انسان ضرر نمیبینه در هر مورد و هر جایی که باشد. کسی که صداقت و راستی پیشه کنه حتما رستگار و موفق خواهد بود. عامل دیگری که باعث اون صمیمیت و محبت بیشتر میشه در بین اعضای خانواده، رفتار کریمانه همراه با خوشرفتاری و خوش اخلاقیه. شاید خیلی از افراد در زندگیش تصورش این باشد که ما خوش اخلاقیم یا خوش برخورد و خوش رفتاریم، اما خیلی ها دیده شده که علی رغم این خصوصیت خوبی که در وجودشان هست، اما مداومت در این رفتار نداره. احیانا بعضی موارد ممکنه به خاطر عصبانیتی، به خاطر خستگی و خاطر عوامل دیگه‌ای باعث میشه که اون خوش اخلاقی و خوش رفتاری و رفتار کریمانه ای که باید از او انتظار میره سر بزنه دیده نمیشه و این باعث سردی میشه و این باعث اون کاهش محبت و صمیمیت در یک خانواده میشه. پیامبر گرامی اسلام سیره عملیش مداومت در این خوش رفتاری بود. هیچ وقت کسی ندید که پیامبر با ترش رویی با اعضای خانواده یا اطرافیانش برخورد کنه. اگر خسته بود، اگر از موضوعات دیگری احیانا عصبانی بود، ناراحت بود، غم و غصه در دل مبارک حضرت ایجاد شده بود، اما اون برخورد خوشرویانه و کریمانه حضرت هیچگاه فراموش نمیشد. ما یکی از جلوه های بارزی که در سیره عملی اون حضرت کتاب های سیره ثبت کرده که حضرت با هر کسی که وقت ملاقات میکرد اون لبخند و اون تبسم و اون خوشرویی در چهره مبارکش پیدا بود. اگر این رویه و این رفتار به عنوان یک رویه عملی در زندگی خانوادگی عملا تحقق پیدا بکنه، قطعا یکی از ثمراتش اون ازدیاد محبت و صمیمیت بین اعضای خانواده است. همسر نسبت به شوهر، شوهر نسبت به همسرش، فرزندان نسبت به همدیگر، نسبت به والدین، والدین نسبت به فرزندان، اگر این اصل را در زندگی خانواده پیاده کنند، یکی از عامل اصلی که باعث ازدیاد محبت و صمیمیت میشه اینه. پیامبر گرامی اسلام نه تنها این رفتار را در عمل خودش داشتن و عملا این گونه رفتار میکرد، بلکه دیگران و اطرافیان را هم تشویق و ترغیب میکرد در این که
این ابراز محبت و دوستی نسبت به همدیگر را نشان بدن. از جمله سفارش هایی که حضرت داشتن این بود که حتی اگر زن و شوهر دوست دارن، محبت دارن، این ابراز محبت و دوستی را فرزندانش احساس بکنن. و این احساس وقتی در فرزند منتقل میشه، به همون میزان این روابط گرم خانوادگی بین اعضای خانواده، بین فرزندان، خواهر و برادر و برادران منتقل میشه و سرایت میکنه. اینها عواملیه که اون محبت و صمیمیت رو در خانواده زیاد میکنه. و این عامل مهمی هست که امروز متاسفانه بخش زیادی از زندگی هایی که احیانا دچار مشکل و دچار خدای نخواسته شکست میشن، یکیش همینه که این احساس در اون نیست. وقتی احساس نباشد دیگه اون خانواده ای که محل سکون و آرامش تعریف شده، دیگه یک چنین خصلتی از او گرفته میشه. بنابراین کسی ولو عضو هم اون خانواده باشد دیگه احساس آرامش نمیکنه. اگر اقتدا و سیره پیامبر باشد، مخصوصا تأکید ما این هست که اون مداومتی بر این سیره پیامبر، مداومتی بر خوش اخلاقی و خوش رفتاری میتواند باعث گرمی محبت خانواده. بله آقا، واقعا تحت تاثیر قرار گرفتیم. با ویژه نکته بسیار زیبایی رو که اشاره فرمودی، بحث اخلاقیات هست و خوشخلقی پیامبر، که واقعا پیامبر ما در چنین نوع برخوردی با همگان مورد توجه واقع شدن. خدا نکنه که مثلا ما حالا بیشتر برای آقایان عزیز اتفاق میفته که از طرف روز ممکن هست که کار پیدا نکنن، بعد نتونن به صورت درست و نفقه ای که باید مهیا شوره به دست بیارن، و این باعث میشه که در طول روز یک مقداری نگرانی و ناراحتی در چهرهشان پیدا شه. اما چیزی که مهم است آقا این است که ما باید یاد بگیریم، و این بنا به فرموده شما است، که به تأثیر از رفتار پیامبر ما تمام غم و غصه‌ای که وجود داره، حالا مشکلات، نگرانی‌های کاری، هر چیزی که هست، به محض اینکه به خانه رسیدیم پشت در خانه اونا رها کنیم و با یک لبخند، با مهربانی، با خوشرویی وارد منزل شویم. چرا که بنا به فرموده شما والدین اولین الگوهای فرزندان هستن، و هر رفتاری که پدر و مادر بزرگوار داشته باشه تأثیر مستقیمی میتونه بر روی تربیت و رشد فرزندا بر جای بگذاره. سپاس از صحبت شما، خیلی اشاره کاملی بود. آقا اجازه بخوایم باز هم میان برنامه‌ای داشته باشیم و انشالله ادامه بحث در بخش بعدی تحقیق کنیم. دوستان از عرض من میان برنامه‌ای آماده نشر است، ببینیم و برگردیم. بله دوستان عزیز و ارجمند، باعث افتخار هست که در خدمت شما عزیزان هستم، و بار دیگر جا داره که فرارسیدن میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام و هفته اخوت اسلامی رو برای همه شما عزیزان گرامی با درس کنم، و انشالله که همه ما بتانیم در زندگی فردی و اجتماعی خود از اشاعه کنندگان ارزش های والای این هفته و دین مبین اسلام باشیم. صحبت ما در پیوند به مسئله خانواده و جایگاه خانواده بود، و سعی بر این داشتیم که بیشتر از منظر سیره و رفتار پیامبر گرامی اسلام این موضوع را به بحث و گفتگو بگیریم. آقا در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت را میشنویم. خدمت عرض کنم که در سیره پیامبر گرامی اسلام نمونه های فراوانی در عرصه خانوادگی و خانواده ما میتونیم شاهد باشیم، ولی خب با توجه به محدودیت فرصت حالا چند نمونه بسیار مختصر عرض میکنیم. یکی از عواملی که در زندگی خانوادگی بسیار اهمیت داره و قطعا نقش بسیار اساسی در استحکام خانواده داره، قدردانی هست. یعنی خود ویژگی یا خصوصیت قدردان بودن به عنوان یک وظیفه اساسی، هر یک از اعضای خانواده وظیفه دارن که قدردان زحمات و تلاش های بقیه اعضای خانواده باشد. درست. اگر پدر خانواده خارج از خانه دچار زحمت میشه برای تهیه مایحتاج زندگی اعضای خانواده، زحمت میکشه، تلاش میکنه، کوشش میکنه،
سختی ها رو متحمل میشه، وظیفه بقیه اعضای خانواده، چی از خانم خانه و فرزندان و اعضای خانواده که قدردان زحمات و تلاش های مرد خانه باشه، و این قدردانی باعث استحکام خانواده و باعث بیشتر شدن اون محبت و صمیمیت میشه. از طرف دیگه شوهر یا مرد خانه وقتی بیرون از خانه میره، طبیعتا مادر خانه و خانم خانه، کسی که در خانه است، هم طبیعتا زحمات بسیار فراوان متحمل میشه. خانواده رو به هر حال در نبود او مدیریت میکنه نسبت به مواظبت و مراقبت و تربیت فرزندان، مخصوصا در سنینی که خردسال هستند، زحمات بسیار فراوانی میکشه. و وظیفه مرد خانواده است که قدردان خانم خانه، همسر و عزیزانی که در خانه زحمت میکشند باشه. یکی از ویژگی های بارز پیامبر در زندگیش به عنوان سیره همین نکته قدردانی حضرت نسبت به اعضای خانواده بود. حضرت برای این که این قدردانی را و این تشکر را از کسانی که در خانواده زحمتی میکشند، به انهای مختلف سعی میکرد بروز بده، نشان بده و قدردان باشه. از همسران گرامی پیامبر و فرزندان و نواسه های پیامبر به گونه‌ای بود که پیامبر از هر کدام وقتی کاری انجام میداد و شاهد یک عمل و یک رفتار خوب و مناسبی بود، قدردانی میکرد و تشکر میکرد. که این قدردانی علاوه بر این که باعث تشویق و ترغیب در استمرار و انجام این کار خوب و نیک بود، باعث ازدیاد محبت و صمیمیت میشد. یک شخصی که یک زحمت میکشه، یک تلاش و یک کوشش میکنه، وقتی میبینه که طرف مقابل قدردان او هست، طبیعتا ناامید نمیشه، دلگرم به اون کار میشه و اون خستگی یا اون مرارت و تلخی و سختی او کاری که احیانا در دل و جانش اثر کرده بود، با همین قدردانی چی برطرف میشه. نکته دیگری که باز پیامبر گرامی اسلام در سیره عملیش ما شاهد هستیم، همکاری و مساعدت در خانه و خانواده. متاسفانه خیلی خانواده این خصوصیت و این ویژگی رو نداره. حالا مردش فرض که مثلا استاد پوهنتون و دانشگاه شده، یا مثلا معلم یک مکتب و یا رئیس یک اداره یک جای دیگه، یک حالتی برای خود، یک شخصیتی ایجاد کرده پیش خودش که تا حدود تمایل به این نشان نمیده که در کارهای خانواده خیلی ننگوار دارن برای اینکه مشارکت در امورات. حالا ما این گونه بیان نکردیم، یکم خواستیم که با یک ملاحظه بیان بکنیم. به هر یک حالت این گونه برای خود ایجاد میکنن که احساس این میکنه که حالا به شأن ما نیست که ما در خانه همکاری بکنیم، در حالی که شخص پیامبر گرامی اسلام با اون مقام و منزلت و اون جایگاهش که حقیقتا هیچ کسی به گرد پای پیامبر نمیرسه، اما پیامبر در امور منزل همکاری همسران محترمش میکرد، در حتی در مواظبت از فرزندان. ما در سیره حضرت شاهد هستیم که حضرت روز وارد خانه فاطمه زهرا شد، حسنین کوچک بود. پیامبر خودش متولی میشه که ما حسنین رو مواظبت میکنیم، که فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اسلام به دیگر امورات خانه رسیدگی بکنه، و این باعث افتخار بود. و پیامبر خودش میفرماید که بهترین شما کسانی هست که با خانواده و همسران خود بهترین باشد، و میفرماید که من از همه شما هم در این مسئله بهترین هستم. و این همکاری و این مساعدت و یاری در خانه و خانواده به عنوان یک الگوی عملی ما میتونیم از زندگی پیامبر گرامی اسلام درس بگیریم و در زندگی خود پیاده بکنیم. اگر حقیقتا جدا از مسائل ارزشی و اعتقادی، اگر کسی چنین موضوعی را در زندگیش عملی بکنه، پیاده بکنه، بعد ببینه چقدر ثمرات نیک داره، چقدر آثار و برکات خوبی داره. خداوند در قرآن می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکرگزار بودید خداوند نعمت‌های شما را چه فراوان می‌کنه، زیاد می‌کنه، افزایش می‌ده. خب به عنوان یک نعمت الهی اگر همین زندگی خانوادگی رو ببینیم
کسر قدردان زحمات کسانی باشد که نقش آفرینی میکنن. این خودش اون نعمتهای خانوادگی رو افزایش میده، محبت رو ازدیاد میکنه، رزق و روزی رو خیر و برکت میده، سلامت و عافیت را ارزانی میده، خداوند نصیب میکنه، خیلی از بلاها و بدیها و خیلی از ناملایمات زندگی را دور میکنه. خیلی از زندگی ها هست از لحاظ مادی و خیلی چیزهای دیگه تأمین هست، اما اون محبت و صمیمیت و احترام و اون حلاوت و شیرینی که در اون زندگی باشد نیست. اما یک زندگی خیلی ساده ای را میبینیم که از آن حلاوت و شیرینی برخوردار هست که وقت آدم میبینه غبطش میخوره. این ثمره همون قدردانی از کسانی هست که در خانواده نقش آفرینی میکنه و اون خصلت هایی که پیامبر گرامی اسلام داشت اگر انسان در زندگیش پیاده کنه، در زندگی خانوادگی رو عمل بکنه، ثمرات و خیرات و برکات شنگونه در ابعاد مختلف زندگی انسان میبینه. علاوه بر این که نکته مهمتر، وقتی ای اصول و ای رویه پیامبر را ما الگو بگیریم در زندگی خانوادگی پیاده بکنیم، یک اثر بسیار بسیار مهم و یک اثر بسیار ارزشمنده که تمام خانواده ها در تمام جوامع بشری به دنبال او هستند و او تربیت درست و صحیح فرزند و اولاد است. امروز جوامع شما بشری را وقتی مطالعه بکنید، بخش زیادی از هزینه زندگی خود را بابت این که فرزندانش درست تربیت شوند، خوب تربیت شوند، مکتب خوب، مدرسه خوب، معلم خوب، مهد کودک و کودکستان خوب هزینه میکنن. چی خوب و راحت و آسان وقتی انسان سیره عملی پیامبر را در زندگیش الگو قرار بده و او را عملی بکنه و او را پیاده بکنه، این اثرش در تربیت اولاد و فرزند بسیار بسیار ارزشمند خود را نشان میده و از او انسان بهره مند میشه. بله، به تکمیل فرموده های زیبای شما بهتر بفرمایید که یک مکتب کامل روانشناسی هست که نه تنها جنبه های زندگی مشترک مورد مطالعه قرار داده، بلکه فرامین و نگاهی هم نسبت به مسئله تربیت فرزندان داره که فکر میکنم نقش مرکزی و اصلی را اینجا والدین بزرگوار بله. بازی میکنن که اگر بتونن او بینش اسلامی و آموزه های اسلامی را در رفتارهای متقابل با یک دیگر لحاظ کنن، بنابرای فرمود شما همکاری، اخلاق نیکو، ای که احترام به یک دیگر داشته باشن، قدردانی از همسر در امورات منزل، همه و همه اینا میتونن منتقل شد به کودکی که والدین خود زیر ضربین قرار داده و از او واقعا یاد میگیره. در حقیقت هر کودکی نشان میده که من در چه خانواده ای بزرگ شدم و رشد کردم. و اگر والدین بزرگوار این موضوعات توجه داشته باشن، فکر میکنم که اصلا نیازی به هزینه های اضافی نیست که بخواد صرف تعلیمات اضافی کنن تا اینکه کودکانشان از اون تربیت صحیح برخورد، بلکه بر اساس دستورات دینی همه ملزومات یک تربیت صحیح در دستور کار دین ما هست. نکته دیگر که خدمت حضرت عالی عرض کنم تا فرصت باقی هست اینه که پیامبر گرامی اسلام باز در خصوص کودکان هم توجهی خاص داشتند. با اینکه پیامبر بود رحمت للعالمین، با اون مقام و اون منزلتش وقتی در جمع کودکان قرار می گرفت، متناسب با سن و فهم و درک اون کودکان با اونها بازی می کرد، با اونها هم بازی می شد و از این طریق سعی می کرد که اونها را با اون خصلت و خوی و اخلاق نیک پیامبرگانه یا پیامبریش آشنا کنه و اینها را به این سمت جهت بده و بکشانه. لذا یک پیامبر گرامی اسلام حقیقتاً در تمام ابعاد زندگی بشر توجه داشت، از جمله بعد خانوادگی زندگی و میراث گرانبها و ارزشمند به عنوان سیره پیامبر در این عرصه برای ما هست که بتونیم از او استفاده کنیم. واقعا سپاسگزارم از شما آقا، نکات بسیار زیبا و طلایی را اشاره فرمودید. نه تنها گوش کردیم، بلکه باید در عمل تمام این نکات را پیاده کنیم تا همه ما بتونیم موجبات استحکام زندگی زناشویی و خانوادگی را تامین کنیم و در پردوی چنین خانواده‌ای بتونیم به سلامت، به رفاه و آسایش خاطر برسیم. برای شما آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر میکنم. بسیار خوش آمدید. آخرین برنامه امروز رسیدیم. انشالله که مطالب امروز برنامه ما مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. تا برنامه دیگر،
و دیدار دیگر. شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.